برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. درب جدید حرم حضرت رقیه سلام الله علیها که به همت عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت و بانیان نیکوکار شهرهای بصره و دیالی عراق هزینه آن جمع‌آوری شده و در عراق ساخته شد، به مقصد خود یعنی سوریه رسید. گفته می شود این درب چوبی بسیار زیبا بعد از رسیدن به حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها با حضور تعدادی از مسئولان آستان مقدس و جمعی از شیعیان در محل مورد نظر نصب شد. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی نام از الله در شهر مقدس کربلا برای توزیع بسته های معیشتی خود به مناسبت ماه مبارک رمضان 1444 در شهر کاشان آماده می شود. این اقدام در عمل به توصیه ها و رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر حمایت از نیازمندان صورت می گیرد و طی روزهای آینده خانواده های نیازمند و ایتام این شهر از آن بهره مند می شوند. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام با همکاری مجموع رسانی امام حسین علیه السلام در ماه مبارک رمضان 1444 کلاس‌های قرآنی و عقایدی برگزار می‌کند. این کلاس‌های آموزشی که ویژه نونهالان و نوجوانان کربلایی طراحی شده است، هر شب از ساعت 21 الی 22:30 در حسینیه حضرت رقیه سلام الله علیها از دیگر مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی شیرازی دام از الله در شهر مقدس کربلا دایر می‌شود. اساتید متعددی با حضور در این کلاس‌ها به آموزش شرکت کنندگان می‌پردازند. 20 سال پس از حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور در مارس 2003، سنای آمریکا مصوبه خود در سال 2002 را که مجوز اشغال نظامی عراق به حساب می آمد لغو کرد. حمله نظامی آمریکا به عراق و اشغال این کشور در مارس 2003 تلفات انسانی و هزینه‌های اقتصادی هنگفتی را به عراق و آمریکا تحمیل کرد. لغو مصوبه سال 2002 بر چگونگی حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق تأثیری ندارد و احتمالاً تنها در سطح اقدامی نمادین باقی خواهد ماند تا سناتورهایی که 20 سال قبل با اشغال نظامی عراق همراهی کرده بودند به این واسطه بتوانند ابراز پشیمانی خود را اعلام کنند. دولت آلمان اعلام کرد که به معلم‌های مسلمان در برلین اجازه داده می‌شود که از حجاب استفاده کنند. این اجازه در پی شکست ایالت برلین در شکایتی در این زمینه در دادگاه قانون اساسی فدرال صادر شده است. وزارت آموزش در برلین در نامه رسمی که به مدیران مدارس فرستاد تأکید کرد که حجاب و پوشیدن سمبل‌های دینی توسط معلمان به شکل عمومی مجاز است و نمیتوان آن را محدود کرد مگر در موارد فردی و در صورتی که خطری برای آرامش مدرسه شکل دهد. به موجب قانون بیطرفی در برلین که مانع پوشیدن لباس‌ها و سمبل‌های دینی کارکنان خدمات مدنی می‌شود، از سال 2005 تا کنون از پوشش حجاب توسط معلم‌ها در مدرسه جلوگیری شده است. مرکز اهل بیت علیهم السلام از مراکز شیعی و مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام از الله در کشور ماداگاسکار برخی از فعالیت‌های رمضانی را در دستور کار خود قرار داده است. گفتنی است از جمله فعالیت‌های این شیعیان در شهر ماجنگا برگزاری نماز جماعت روزانه، محفل قرآنی، مراسم ضیافت افطاری، توزیع بسته های معیشتی و کمک به نیازمندان، برگزاری مجالس دینی و مذهبی از جمله قرائت دعا، برگزاری کلاس های علمی و فرهنگی می باشد. بخش فرهنگی آستان مقدس عباسی علیه السلام میزبان برگزاری محفل قرآنی برای زنان نیجریه بوده است.
در همین راستا شیخ ستار شمری مدیر مرکز مطالعات آفریقا در اداره فرهنگی آستان مقدس عباسی ضمن اعلام این خبر افزود این محفل قرآنی در شبهای اول ماه مبارک رمضان در شهر کانو در نیجریه برگزار شد وی در ادامه افزود این محفل که سفره الکفیل نام دارد در طول ماه مبارک رمضان در 11 کشور آفریقایی برگزار می شود مجله لوپس در گزارشی درباره ماه مبارک رمضان در کشور فرانسه نوشت سیاستمداران این کشور با آگاهی از وزن سیاسی رأی دهندگان مسلمان در فرانسه ماه رمضان را در دستور کار سیاسی خود قرار دادند و این ماه فرصتی است برای وزرا، شهرداران، انجمنها و نخبگان دیگر مذاهب تا خود به عنوان گروهی که با جامعه مسلمانان و رویدادهای مذهبیان ارتباط دارند نشان دهند. در این گزارش آمده مراسم افطار در فرانسه طبق معمول تحت تأثیر مسائل سیاسی است و در عین حال نشان دهنده ادغام اسلام و مسلمانان در صحنه سیاسی این کشور است. بر اساس این گزارش مقام‌های فرانسوی با درک اهمیتی که ماه رمضان برای مسلمانان دارد نسبت به مراعات مسائل مربوط به آن توجهی ویژه‌ای نشان می‌دهند.